به امید خدا ادامه توضیح و تفسیر کتاب نورانی عمیق و مقدس تنیا رسیدیم به آغاز فصل سی و یکم. این فصل در ادامه مباحث دو فصل قبل بیست و نهم و سیوم که نویسنده در مورد موضوعی صحبت کردند و اون کسی بود که از نظر معنوی احساس دلمردگی میکنه گفتیم منظور از افسردگی نیست یعنی که هیچ احساسی نسبت به خدا یا وقتی که تفیلا میخونه هیچ احساسی نسبت به عمق تفیلا که تقرب خداه زیاد نداره دلسنگ شده از نظر معنوی بعد نویسنده گفتن که ریشه این مشکل منیت انسانه که ریشه منیتش هم هوای نفس و شیطان درونشه که تنها راه این که این هجابی که ایجاد شده بینش و خدا و به همین خاطر نمیتونه خدا را حس بکنه و از بودن با خدا لذت ببره اینه که نفس حیوانیش را بشکنه، خوردش بکنه تو دو فصل قبل نویسنده ترایقی ارائه کردن برای این موضوع این فصل جدید در ادامه اون مباحث میخواد بگه که ممکنه بعضی موقع وقتی که آدم شروع کنه نفس حیوانیش را تو سرش زدن مثلا یکی از ترائق این بود که یادآوری بش بکنه که چه کارایی کردی مثلا تو فکر نکن که حتی اگه توی مرتبه والایی هم هست مثل بینونی تنیا که گفتیم یادمیه یا که هیچ گناهی نمیکنه در افکار و گفتار و عمل و احساس میگه با این حال تو فکر نکن که خیلی آدم بزرگی هستی منظورش به نفس حیوانیشه نه نفس الهیش برای اینکه مثلا این کار کردی یا اگه ولت کنن ممکنه خیلی گناه ها را بکنی و این مسائل که گفته شد خب الان مشکل اینجایه که اگه این آدم شروع کنه در این موارد فکر کردن مخصوصا اون فصل آخری که گفت که حتی ترین آدم هم که میبینی که گناهان کبیره هم میکنه احساس برتری نسبت به اون نکن خب اینطوری آدم افسرده میشه ممکنه این فصل اومده بگه که اگه درست آدم این و ازش استفاده بکنه ممکنه که برای مدت کوتاهی یه حالت افت روحی بهش دست بده یا افسرده بشه ولی این گذراه به شرطی که درست فکر بکنه که خواهیم دید اون شرط چیه و درست فکر کردن تو این راه چیه و اتفاقا بلتنی میگه که این باعث میشه که به یک شادی درونی این آدم برسه برای اینکه وقتی که آدم منیتش را میشکنه این یه آزادیه از بند کبر و خودشیفتگی و خودپرستی و خودمهوری و اینا که همه اینها انسان را یک انسان ناراضی میکنه برای اینکه هرچی منیت نیت قوی تر و بیشتر و فعال تر آدم ناراضی تر هیچی ارزاش نمیکنه برای اینکه هرچی هم بهش بدی بیشتر میخواد تو هر موردی با این حال بلاتنی میگه که ممکنه که مثلا مدت کوتاهی این نوع طرز فکرایی که ارائه شد تو این کتاب که منیت را آدم شکست بده یه احساس افسردگی بهش دست بده ولی این گذرا اتفاقا بعدش به یک شادی درونی واقعی میرسه یه حریت یه آزادیه از آدمی که آزاد میشه از بند زندان کلی انسان خطرناک و مزر و فاسد و اینها چقدر شاده وقتی هم که آدم از منیتش آزاد میشه به شادی حقیقی میرسه خب ببینیم حالا تو این فصل چی میفرماید نویسنده و هین اف این کشه یعری خر بلامیک بین یعنی من ایسکاریم لعل کشه آش دعیم ریوت روخ و لب نیشبار یا ولید اتسود گدولا میگه با اینی که ممکنه اگه مثلا انسان مدت طولانی در مواردی که نویسنده توی فصل بیست و نهم و بهش اشاره کردن در مورد اونها یک ساعت یا دو ساعت فکر بکنه برای اینکه این شکست منیت به آسونی به دست نمیاد باید واقعا تمرکز باشه تعمق و تفکر عمیق باشه بعد ممکنه بعضی موقع برای شخصی یک ساعت دو ساعت طول بکشه که به این نتیجه برسه که هیچه و به اون تواضع روح و قلب شکسته برسه این باعث بشه یا ولیده اتسفوت که ممکنه خدای نکرده این باعث بشه که یه افسردگی بزرگی به دست بیاره این آدم لو یا خوش نویسنده میگن که اهمیت نده چرا؟ به افش اتسفوتی میتصد کلیپد نوگه ولو میتصد هکدوشا با اینی که عطفوت یعنی افسردگی غمگین بودن خودش از اهریمنه از قدوسیت نیست برای اینکه افسردگی یا ناراضی بودن یا غمگین بودن این مسائل همه اینها اونم هم ریشش منیته برای اینکه هر چی که بیشتر به منیتش اهمیت بده و براش عزیز باشه بیشتر ناراضی میشه بیشتر غمگین میشه بیشتر عصبانی میشه ناراضی میشه از چیزایی که نداره حتی از مسائل معنوی که نداره مراتب معنوی که هنوز کسب نکرده ناراضی میشه افسرده میشه پس دوباره تو بگینگی تو وجود منیتش غرقه برای این افسردگی و غم نمیتونه از کدوشا باشه معمولا از سمت مقدسی باشه درست سمت جهت مقابله ولی کدوشا قدوسیت یه چیزی که مقدسه یکی که واقعا مقدسه همونطور که تنیم باره ها بهش اشاره کردن چیزی که فنا در خداه میتونه مقدس باشه خدا قدوسیتش را بر کسی جاری نمیکنه اگه خودش را در خدا فنا نکنه به هر اندازهی که منیت هست قدوسیت دوره برای اینکه خدا آبش توی جوب نمیره با منیت هر چی که هیچ شد میشه یه ظرفی برای قدوسیت و نور خدا تو هر انسانی هم به هرمون اندازه ای که خودش را فنا میکنه منیتش را میذاره کنار در قبال اون چیزایی که خدا میخواد به همون اندازهم هم قدوسیتشه هرچی بیشتر فنا بشه هرچی بیشتر غلام بی قید و شرط خدا بشه حساب کتاب نکنه که الان اینا میکنم نمیکنم امروز نه هر چی که وظیفه است انجام میده هر چی هم که خدا نهی کرده ازش دوری میکنه هر چی بیشتر فنا تو خدا باشه قدوسیت خدا بیشتر برش جاریه پس کلید اینی که قدوسیت خدا بر کسی آشکار بشه یا انسان مقدس بشه اینه که به منبع قدوسیت که خدایه باید وصل بشه خدا هم چیزی که منه چیزی که هنوز درگیر اینه که آیا حرف خدا رو انجام بدم ندم اینها تو منیتش گمه به اندازه ای که تو منیتش گمه قدوسیت خدا ازش دوره نمیتونه به منبع قدوسیت وصل باشه برای وقتی جلو خدا یکی میاد باید بگه که دستا رو ببره بالا بگه من هیچم تو همه چیزی هر چی تو بگی خب برگردیم به این مسئله این خیلی مهمه پس افسردگی حتی افسردگی از اینکه انسان مراتب معنوی نداره خودش یه نوع منیته برای اینکه ذهنش مشغول خودشه داره در مورد من و چی من آیدم شده نشده چه مرتبه یا کسب کردم نکردم همه اینا دور منه به همین خاطر میگن که اتسووت یعنی همین افسردگی و غمگین بودن و اینها حتی از جنبه معنویش که به خاطر مسائل معنویه از کجا از سمت مقابل قدوسیته برای که هنوز با منیتش درگیره ولی کسی که در خدا فناه و در مورد اینکه خودش چیه و چی شده و اینها زیاد ذهنش مشغول اون نیست هر چیزی که وظیفه است میخواد اونو انجام بده در عمل در گفتار در افکار نسبت به دیگران نسبت به خودش هر که وظیفه است و هر چیزی هم که باید اصلاح بکنه که نباید انجام بده داره سعی میکنه اونا رو اصلاح بکنه زیاد ذهنش درگیر این نیست که مثلا من الان تو چه مرتبه ایم؟ رسیدم به عریزل یا پسرخاله خاله یا به اون را یا به اون آدم اینها مسئلهش این نیست ذهنش هم درگیر اینها نیست برای که اگه شروع کرد ببینه که من کجا هم و چی هم و چرا اون نیستم و اینها دوباره چی شد برگشت سر خونه اولش که منیته بعد آدمی هم که این حریت ها به دست آورده آزاد فنای در خدای زیاد در مورد خودش فکر نمیکنه این داستان ها باره ها گفتم از میتل روی پسر مقدس بلتنیا جانشین بلتنیا که یکی از خسیدیمش میاد میگه که ربی من الان هر جا میرم ربی میگه برو هر جا میری خسیدوت یاد بده میگه ربی من هر چی دارم بیشتر خسیدوت یاد میدم احساس منیتم بیشتر میشه جوگیر میشه ربی میگه برای من فرق نداره تو چی میشی پیاز میشی یا هر چی میشی اصل اینه که باید بری به بچه های خدا خسیدوت یاد بدی فکر این نباش که تو چی میشی و چی شدی و اینها چرا فکر خودتا میکنی برا منم ربی گفت که برا منم فرق نداره که تو چی میشی وظیفه تو اینه که به خاطر اینکه یه چیزی یا بلدی به دیگران یاد بدی حالا تو مرتبه معنوی چی میشه اصلا فکر اونا نکن وظیفه انجام بده بعد آدمی که فنا میشه دیگه احساس کم و کسری نمیکنه که چی کم داره و چه مرتبه ای نداره و اینها راضیه شاده به همین خاطر که شادی از سمت قدوسیته برای که قدوسیت از فنا بودنه غم و افسردگی از سمت نجاست تومعه منیته برای اینکه هر چی که فکر خودش میکنه خب خو هر کی اگه بشینه زیاد در مورد خودش فکر کنه اکثر آدما تو مسائل معنوی میتونه اوضاعشون فاجعه باشه به هر کاری هم مثلا بعضی موقع دارن میکنن درس میدن کمک به دیگران میکنن هر چیزی باشه اگه تو عمق وجود خودشون برن ممکنه بیشترش تظاهر و ریا و منیت و این مسائل باشه بعد خب میخواد چیکار کنن اون کارا خوبشون رو ول کنن خیر اون کاری که خیره اون کاری که درسته باید ادامه بدن و تا میتونن زیاد در مورد خودشون فکر نکنن میگم اگه کارایی که مثلا اشتباهه گناه اخلاق بده باید اصلاح بشه ولی دنبال این نباشن ببینن که من تو چه مرتبه ایم برای که بلتانی میگه که اتسووت که افسردگی از جهت تومای از کلیپت نوگا گفتیم توی توم دو دسته است توی اهریمن و توم و هر چیزی که منفیه دو دسته است یه دسته از اونا هستن که کلن بد مطلقن مثلا به طور مثال غذایی که حرامه کاشر نیست حیوانی که کاشر نیست یا مالی که حرومه یا عملی که گناهه یعنی گناهه بدون حرف و حدیث و اینا شک و شبهه و اینا گناهه مثلا دوزی خدای نکرده یا یکی میخواد گوشت بلا نسبت سگ بخوره یا خوک اینا دیگه واضحه اینا گناهه این نوع اعمال و این نوع چیزها از یه دسته از توم و نجاست و اهریمن هستن که به هیچ عنوان نمیشه تبدیلشون کرد به یه چیز مقدسی یعنی آدم خلیلا خلیلا یه غذایی که کاشر نیسا بشینه با تموم نیات همه عارفان عالم از اول خلقت تا به امروز روش براخا بگه و بخوره و با اون نیات والا بخوره اون چیزی که خورده و اون عملی که انجام داده و اون انرژی که کسب کرده و همه اینها بد مطلقه ولی یه چیزایی هست که همین طوریش میتونه متعلق به بد باشه ولی آدم میتونه ارتقاش بده مثلا غذایی که حلال کاشر با مال حلالم هست و لازمه برای این که آدم زنده بمونه اون موقع وقتی که آدم هنوز ازش استفاده نکرده این غذای قدوسیتی نداره هنوزم توی حالت بین بد و خوبه اگه این انسان روی این غذا مثلا درست براخا گفت و با نیت درست خورد و از انرژیش استفاده کرد برای انسانیت و فرایزی که خدا براش تعیین کرده بعد این باعث میشه که اون غذایی که خورده اون حیوان تبدیل میشه به چیز مقدس خاصیتش اینه که یعنی اون امکانا داره که تبدیل بشه به چیز مقدس به یه انرژی والا ارتقا پیدا بکنه بعد اینجا بلتن یا میگن که اتسووت یا این افسردگی این حالت ها داره که میشه بعد تبدیلش کرد از استفاده ای کرد که تبدیل بشه به یه چیز والا بعد بده مطلق نیست که نمیشه ارتقاش داد ואף שהעצבות היא کلیپات קליפת و ולא با اینی که افسردگی از جهت اهریمن و نجاست و هست ولی اون نوع نجاست و که اون قابلیت ها داره که بشه ارتقایش داد دست دومیه نه دست اولیه که نمیشه ارتقاش داد و افسردگی از سمت قدوسیت نیست که به صدک کتیو از و بیم کمو. تو سمت قدوسیت که سمت خداه گفته شده در مورد خدا قدرت و شادی در مکان خدای و کسی هم که قوی و با اقتدار و اقتدار معنوی و با شادی اونم میتونه تو جایگاه خدا باشه یعنی با خدا باشه و این شخینا الا میتوخ سیمخا نور جلال خدا هم ساکن نمیشه جاری نمیشه آشکار نمیشه بر جایی که شادی نباشه پس اینا نشون میده که گفتیم که چرا برای اینکه شادی موقعیه که انسان احساس منیتش از دست داده اون موقع یه آدم محتاج شاکی ناراضی و نقنقو نیست که من اینا ندارم و اونا ندارم من تو تو مسائل معنوی به اونجا نرسیدم و اینها در مورد خودش اصلا فکر نمیکنه محوه شاده شاده خدا هم باشه تو خونه خدا داره پرسه میزنه تو خونه خدا شادیه اقتداره انسان قویه نه یک انسان ضعیف محتاج در بند نفس حیوانیش و منیتش که هر چند دقیقه یک بار یادآوری بهش میکنه که چی نداره و به کجا نرسیده و اینها به خیلی دور علاخا و همچنینم آموزش تورا هم باید با شادی باشه برای اینکه تورا علم خداه نور علم خداه و خود خدا و نور علم خدا و اینها کجا جاریه؟ جایی که شادیه شادی حقیقی اون حریت از منیت الا شئیم می میمیلد شمعی می, می بخیند توفشه به نوگه بعد بلتن میگه که خود افسردگی هم دو نوعه اگه افسردگی از مسائل دنیوی باشه که آدم نداره چیزهای دنیا را که نداره اون بد مطلقه اگه افسردگیش از اینه که از نظر معنوی افت کرده اونم بده ولی نه بده مطلق اون بده است که میشه خوبش کرد میشه اووردش به سمت کدوشا با این حال خودش به خودی خود افسردگی حتی به خاطر مسائل دنیوی کاملا از سمت مقدسی نیست برای اینکه گفتیم درگیر خودشه هنوز هنوز فنا نشده ولاخن کاتب عریزد شفیلو درگتاونت اینا راویا که این به شرطا ویدوی ولو به شرطتفیلا به همین خاطر علیاکادوش فرمودن که حتی نگرانی از گناهان که اینا نگرانی و افسردگی معنوی اون شایسته نیست فقط یک موقع است که شایسته است این نگرانی و افسردگی و قم موقعی که داره اقرار به گناه میکنه در محضر خدا داره گناهانش را میشمره پیش خدا اون موقع شایسته است ولو به شهتا تفیلا نه موقعی که داره تفیلا میخونه ما بقیه تفیلا از اول کربانوت برا خود هرچی میگن سوکد زیمرا بیرخود کریت شما کریت شما لحش اینا بعد با شادی و اقتدار و با شوق و ذوق و اینها باشه به یا موقعی که داره تورا یاد میگیره نگرانی و غم و افسردگی از گناهانا باید بذاره کنار شتریخیم لیوت به سیمخا میتصده که دوشا دفتگا برای اینکه موقع تفیلا موقع تورا موقع عبادت خدا که میخواد به خدا وصل بشه و میخواد تو خون خدا پرسه بزنه تو خون خدا باید آدم قوی باشه محکم باشه شاد باشه اوز به خدوا بیم و فقط یه موقعی که مثلا بعد از شهریت روزایی که ویدوی گفته میشه یا بعد از مینها یا قبل از خواب که ویدوی اقرار به گناه قرائت میشه وقتی اینا رو میگه اون موقع افسرده بشه از گناهانش ناراحت بشه غمگین بشه یا هر چیز دیگه ما بقیه روز در مورد این که من کجا هم و چیکار کردم و اینها همه اینها ریشش از منیته همش هم از جهت توم و نجاسته و هیچ چیز به جز ضرر معنوی و روحی و روانی برای انسان نداره فکر نکنه که اگه من بیشتر روز در مورد گناهانم فکر بکنم و مثلا در مورد اینکه به این مراتبی ای که خوب بود برسم نرسیدم و این چیزا نمیدونم و هنوز و اون چیز کمه و اون چیز کسی از معنوی دارم میگم فکر نکنه این طوری وجدانشا راضی بکنه بگه ببین من وجدانم بیداره خیر اینها همش ریشش از منیته همش ریشش از نجاست نفس حیوانیه در عرض روز اصلا اینی که من چیکار کردم و چی هستم و چی خوب بود باشم و نیستم و اینها همه اینها باعث میشه که اون چیزایی که بعد الان انجام بده رو انجام نده در عرض روز یا باید مشغول اگه کاسب کسب با و کارش باشه اونم با نیات والا و خدایی کار بکنه با صداقت با امانت طبق قوانین تو را با چشم پاک با ذهن پاک و هم کسیه که تورا داره میخونه که باید ذهنش مشغول این باشه که تورا چی داره میگه <applause> یا تفیلا میخونه همچنین یا فرایز دینیشو باید انجام بده انجام بده باید به یکی کمک کنه کمک بکنه اگه میتونه اگه یه چیزی ها میتونه به یکی یاد بده یاد بده هر, هر کسی تو توان خودش اینی که من اگه یاد بدم ممکنه کبر منو بگیره و منیت منو بگیر و اینا فکر در این موارد همش از جهت تومعه چه فرقی داره که من چیم و چی میشم و چه مرتبه ای دارم وظیفه بر دوش من گذاشته شده باید انجام بدم حالا آخرش چی میشه دیگه اون مهم نیست اصل اینه که وظایف انجام بشه فرایز انجام بشه کار مثبت انجام بشه اف پیکن هر کاخ یمدا لخفای را به مینا و به دوگماتا بعد بلاتنی میگه که خب همه اینا رو گفتیم مقدمات و اینا گفتیم آقا جان اگه یکی بشینه در مواردی که بلاتنی فرمودن تو فصل 29 و 30 فکر بکنه ببینه چقدر اوزاش خرابه از نظر معنوی و چقدر دوره و اینها که نفس ایوانیشا بشکنه منیتش را بشکنه بعد این خودش چی میشه باعث افسردگیدگیش میشه بعد بلتر گفتن عیب نداره با اینی که خود افسردگی میتونه در مورد مسائل معنوی میتونه از سمت نجاست و توم باشه ولی بعضی موقع ها برای مبارزه با شیطان درون باید از جنس خودش استفاده کرد تو گمارا میگه که مثال میزنه تلمود یکی که میخواد بره توی جنگل چوبهای جنگل را با یه تبر خورد کنه و ببره شوب دست تبر از جنس خودشونه بعد گمارا میگه از خودش به جون خودش بیفت یعنی بلتنیه میگه که این افسردگی که ممکنه برای مدت کوتاهی پیش بیاد از جنس خود سیترا اخرای از جنس خود نفس حیوانیه از قدرت خودش استفاده بکن بر علیه خودش که معمر ربوتنو زن مینه به آول شدی به نرگا و پاگابو همون مثالی که گفتم از جنس خودش فردار چوب دسته تبر از چوبه بیفت به جون چوبای جنگل و زن مر به خل متار و ایترانو از سیمخه با آخر اتف که دل کمان و همین خاطری که تو آیه نوشته شده تو میشله فصل چهاردهم که در هر ناراحتی و افسردگی آخرش یه چیزی مفید حاصل میشه و چیز مفیدی که اینجا حاصل میشه از این افسردگی کوتاه مدت اینه که بعدش یه شادی یه حریتی ایجاد میشه که آدم شاد میشه برای از منیتش رها میشه فقط به شرطی که این حساب کتابایی که داره میکنه که نفس حیوانیشا بشکنه طرز فکرش درست باشه طرز فکر درست چیه؟ اگه همه افسردگیش و ناراحتیش و اینا باشه که من چقدر نازلم من چقدر گناه کردم من چقدر مسائلی که خوب بود کسب بکنم و یاد بگیرم و اینها را به دست نیاوردم اگه این جور طرز فکر باشه بعد دوباره این غرق تو منیت خودشه دوباره این افسردگی به جای درستی نمیبرتش پس بعد در مورد چی فکر بکنه بعد در مورد این فکر بکنه که من چقدر خدا را ناراحت کردم دوری من از خدا چقدر باعث شده که خدا ناراحت بشه این خیلی فرق داره اولیه همش من 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 من, من. من این نیستم و من اونم و خوب بود اینطوری باشم اونطوری نیستم زیاد در مورد خدا فکر نمیکنه با اینی که داره در مورد مسائل معنوی فکر میکنه که چه چیزایی هنوز کسب نکرده یا چه چیزایی از دست داده ولی بیشترش اینه که من خوب بود مثلا میخواستم ربشیمون بر یوخای بشم و نشدم تو خیالات خودش ولی اینی که خب که چی خوب که چی اگه واقعا ناراحتیش از اینه که خدا چقدر ناراحته اون موقع این فرقشه فرق این و اون خیلیه اولیه همه ناراحتیش از اینه که خودش اون چیزایی که میخواسته به دست نیبرده دومیه ناراحتیش از اینه که خدا ناراحته این نوع افسردگی دومی آخرش میکشه به شادی برای اینکه یه جورایی میخواد خودش رو فنا کنه تو خدا دوباره زیاد در مورد خودش فکر نمیکنه او مراتب خودش برای خودش بعد به امید خدا در ادامه بلتن یه توضیح خواهند داد که خود این افسردگی هم که گفتم فقط برای کوتاه مدته برای اینکه افسردگی که ریشش فقط منیته فقط من چرا اینطوری نشدم و من کجا هم و من چیکار کار کردم و اینها زیاد ربطی به خدا نداشته باشه این دلمردگی ها بیشتر میکنه بعد افت میکنه تازه هیچ کاری دیگه نمیکنه ولی اون دومیه که من باید خدا رو شاد بکنم من چیکار کردم این فجایی که تو اعمالم هست یا مراتبی که هستم الان در مقایسه با اون چیزی که خدا از من توقع داره ممکنه برای مدت خیلی کوتاهی افسرده بشه ولی بلا فاصله شروع میکنه با یه قوای جدیدی با یک نوع شادی درونی به خاطر اینکه منیتشا تو سرش زده شروع بکنه داره الان از الان به بعد میگرده ببینه که چیکار کنم که خدا را شاد بکنم و میافته تو راه این که همه فرایز دینیش و وظایف نسبت به خدا و نسبت به خلق خدا را انجام بده اولیه دریچه اتفاقا همه گناهانم هم میشه افسرده میشه و افت میکنه و بیشتر تو منیت خودش غرق میشه بعدم که وقتی که افسرده و ناراحت شد نمیتونه تو را بخونه و نمیتونه تفیلا بخونه و نمیتونه کار خیر انجام بده زیاد و یا اگر هم بده زیاد با اون شادی انجام نمیده و بعدم برای بعد اینکه خودش رو شاد بکنه ممکنه خلیلا بره به طرف شهوات و لذات این دنیا که یه جورایی ارزاش بکنه این فرق بین این و دومی است که اتفاقا بیشتر ذهنش اینه که خدا چی میخواد خدا را شاد بکنه و اون پلهیه که ازش میره بالا و به همین خاطر براتن یه میگه که یه شادی در درونش احساس میشه بلا فاصله بعد از این افسردگی این نوع افسردگیه که میتونه ارتقاش بده از بد به خوبی ولی اون یکی افسردگی که خودش به خودی خود بده سوقش میده به بد مطلق فرق این و اون اینه